هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران هستند. بعد از فشارهای زیاد جامعه جهانی و بعد از تحریم‌های شدید، رژیم بالاخره تن داد که این هیئت به ایران سفر کند. اما هدف این هیئت چیه؟ آیا دست پر برمیگردن؟ سفر این هیئت دو روزه است. رئیس این هیئت هرمان ناکارت و معاون او رافائل گروسی است. آنها از هیچ سایت هسته‌ای که در گزارش ماه نوامبر آژانس به آنها اشاره شده بازدید نمی‌کنند. آنها فقط دنبال گرفتن پاسخ سوالات مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی رژیم ایران و سایر مسائل پاسخ داده نشده هستند. اولی هاینونن، سرباز سابق آژانس، می‌گوید این هیئت حرفه‌ای نیست. به همین دلیل نباید انتظار زیادی داشت که با دست پر برگردد. برونو ترترایس، کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک در پاریس، گفت انتظار ندارم سفر بازرسان به ایران، حتی اگر با دستی پر از وعده های رژیم ایران به وین بازگردد، دستاوردی اساسی داشته باشد. مارک هیپس از بنیاد صلح کارنگی نیز گفت هرگاه رژیم ایران با تهدید تحریم ها روبرو می شود، به ترفندهای مختلفی دست می زند. تحریم های اتحادیه اروپا و عواقب و پیامدهای اون همچنان مورد بحث جدیه. راسته اتحادیه اروپا تا به حال چند شرکت و مقام رژیم آخوندی رو تحریم کرده. منظورم غیر از تحریم های نفتی و بانک مرکزیه. در زمینه اتمی شرکت های تحریم شده 433، مقام های تحریم شده 113. در زمینه حقوق بشر مقام های تحریم شده 51. اینها کسایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم در خون مردم ایران و خصوص پس از قیام 88 دست داشتند. رژیم تا کجا تحمل میکنه؟ گزارش رو ببینیم از بخشی از عواقب تحریم نفتی اتحادیه اروپا. راست این تحریم چه میزان ضربه به رژیم میزنه؟ How much more can Tehran take? The West is relentlessly squeezing Iran over its nuclear program with punishing economic sanctions. And now the biggest hit, an EU ban on Iranian oil imports. Europe brings in nearly 20% اتحادیه اروپا 20% از نفت ایران را وارد می‌کند. توقف این میزان نفت برابر با 50 میلیون دلار خسارت به رژیم در روز است. تحریم اروپا در واقع حمله مستقیم به منبع اصلی درآمد رژیم است تا آن را مجبور به کوتاه آمدن از برنامه هسته‌ای‌اش کند. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هدف از تحریم‌ها را آوردن فشار هرچه بیشتر به رژیم ایران دارد. غیر از اروپا، کشورهای آسیایی نظیر چین، هند، کره جنوبی و ژاپن عمده خریداران نفت آن هستند. تحلیلگران میگویند تحریم های نفتی اروپا به اقتصاد ایران ضربه میزند، ولی آن را به طور کامل نابود نمی کند. I don't think anyone is expecting that China in particular or India or some of the other اگر اروپا و ژاپن و چند کشور دیگر خرید نفت از رژیم ایران را قطع کنند، یک ضربه عمده به اقتصاد آن خواهد بود. But if Europe and Japan and a couple of other countries are cut off, that will be a major blow to Iran. But will it be enough to give Iran pause and restart? آیا این میزان ضربه کافی خواهد بود تا رژیم ایران را سر عقل بیاورد؟ برخی ها میگویند شاید. برخی هم میگویند رژیم ایران با این فشارها سیاست هسته‌ای خود را تغییر نمیدهد و غنی‌سازی اورانیوم را قطع نمی‌کند. اما چنین مجازات هایی گامی مثبت برای افزایش فشار روی آن است. رژیم میخواست با تهدید، اون هم تهدیدهای توخالی، مانع تحریم های نفتی بشه. تا اونجای پیش رفت که گفت اگر تحریم کنین اجازه نمیدم یک قصر نفتم از تنگه هرمز رد بشه. اما تحریم شد، نفتم به راحتی از تنگه رد میشه. فقط چیزی که باقی موند حجم ناوها و نیروی نظامی آمریکا و فرانسه و انگلیس در خلیج فارس. این هم از عواقب تهدیدهای توخالی. حالا ناوهای جنگی در خلیج فارس. USS ابراهام لینکلن، USS کارل ویلسون، جان سی اسمیت. ناوچه جنگی مدل 23 HMS نیروی دریایی سلطنتی انگلیس و یک کشتی جنگی نیروی دریایی فرانسه.